با نام یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم هر جا که هستید و ما رو از معیار جلب میبینید حالتون خوب باشه. در این گزارش بنا داریم با یکی از هنرمندان خوش‌ذوق و جوان بلوچ صحبتی داشته باشیم و باهاش گفتگو کنیم. ما رو در این گزارش همراهی کنید. خیلی ممنون که با ما همراه هستید. در خدمت سینای مرزبان از زادگاه خورشید ایران هستیم. سینا جان سلام عرض می‌کنم خدمت شما هم با بینندگان ما. اگه سلامی دارید بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیز. امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. درود بر شما سینا جان. سینا از خودت بگو، خودتو معرفی کن برای بینندگان ما. بنده سینا مرزبان هستم، متولد 1379 از شهر آفتاب ایران سراوان و در حال حاضر هم دانشجوی کارگردانی دانشگاه صدا و سیمای ایران به عنوان اولین بلوچی که در این رشته و در این دانشگاه داره تحصیل میکنه. از ورودت به حیطه هنر بگو برای ما، چی شد که دانشگاه صدا و سیما؟ بنده اینو بگم که من اصلا یعنی هدف من یه چیز دیگه بود. من تا سال یعنی دوم دبیرستان انتخاب رشته کرده بودیم، ما رشته تجربی بودیم و این بود که در مدرسه ما اون زمان طرح استعدادیابی برگزار شد و من شرکت کردم اونجا، خواستم خودم محک بزنم. این بود که ما شرکت کردیم اونجا و فهمیدم که علاقه من یه چیز دیگه است، یعنی من دارم مسیر رو اشتباه میرم، بذار مسیرم از همینجا عوض کنم. و از اونجا شد که وارد حیطه فرهنگ و هنر شدیم و در واقع تئاتر رو شروع کردیم که این باعث شد که حتی من از اون، چون من مدرسه خاص میخوندم و باعث شد که من اعلام کردم که من میخوام یه هدف دیگر رو انتخاب کرده بودم، باعث شد که من حتی از اون مدرسه هم اخراج بشم. اما بازم این در واقع این شکست باعث شد که من قوی تر بلند بشم و همچنان بر روی اون تصمیمم مصمم باشم و این شد که از طریق کنکور هنر انتخاب کردم دانشگاه صدا و سیما رو که بعد از مصاحبه و گزینش ما دانشجو این دانشگاه شدیم. بسیار عالی. الان هم دیگه همه چی بر وفق مراد و راضی که هستی دیگه، درسته؟ الحمدلله خدا رو شکر. و اینکه تونستم به اون تصمیمم پافشاری کنم در خیلی از موانع و مشکلات، خیلی از سنگ اندازی ها، و خوشحالم که الان به هدفم رسیدم. درود بر شما. آیا فیلم سازی خودت رو شروع کردی یا خیر؟ بله، من الان ترم هفتم دیگه هستیم و در واقع در این مدت دو تا فیلم ساختم، فیلم کوتاه یه مستند یه داستانی. مستند من آینه های خاکی بود اولین فیلمم که ساختم و در مورد در واقع برجسته کردن زنان بلوچ و اینکه تلاش و کوشش زنان بلوچ بودش و خصوصا سوژه اصلی من یه خانم معلول بود که همچنان با اون معلولیتی که داشت در واقع معلولیتش محدودیت نبود براش و باعث شده بود که به عنوان یک کارآفرین حتی معرفی بشه در منطقه دشتیاری. فیلم دومم محجبین بودش، بازم یک زن بلوچ بودش که در مقابل خیلی از سختی‌هایی که مردم در قبال اینکه شوهرش اونجا نیست و خیلی از اون سنگ اندازی‌هایی که تو زندگیش می‌کردن و این باعث می‌شد قوی‌تر بشه و حتی باعث شده بود که از خودش هم برای مثلا اون زندگی خودش مایه بذاره با وجود اینکه خیلی از مشکلات صد راهش میشه. فیلم محجبین هم آخرین ساخته من در حال حاضر بودش که مرحله تدوینش تازه به اتمام رسیده. بسیار عالی. سینا یه کار خیلی خوب و ارزشمندی که انجام داده این هستش که از هنرش برای شناساندن قهرمانهای بلوچ داره استفاده میکنه. این کارت بسیار ارزشمند هستش. سینا میخوام بگم اگر شخصی بخواد که راه شما رو ادامه بده باید چیکار کنه؟ به نظر من از هیچ موقع دیر نیست. از همون سنینی که حس میکنن که علاقه شون هنره ادامه برن اداره فرهنگ ارشاد، خودشون رو معرفی کنن یا اگه دانش آموز هستن خود جشنواره های فرهنگ هنری دانش آموزان در سطح ملی داره برگزار میشه، حتما شرکت کنن، خودشون رو محک بزنن. من اینکه اومدم دانشگاه صدا و سیما خب گزینش داشتش و اینکه من این رزومه رو نداشتم در ایام دبیرستان، خب قطعا من به اینجا نمی‌رسیدم. پس حتما میگم که از همون سنینی که حس میکنن که به این رشته علاقه دارن شروع کنن و به نظرم که حتما موفق میشن ان شاء الله. چشم انداز سینای مرزبان چی هستش؟ هدفش کجاست؟
من این سوالی بود که من مصاحبه دانشگاه رفتم، اولین سوالشون همین بود که چرا اومدی این رشته، چرا میخوای این رشته رو ادامه بدی. من میخوام استان خودم، استان بزرگ سیستان و بلوچستان رو همون جوری که هست در واقع به سینمای ملی نشون بدم و اینکه چه ظرفیت و چه سوژه و چه لوکیشنای قوی داریم، چه اسطوره و داستانهای جذابی ما این داریم تو منطقه خودمون که میشه واقعا حتی در حد یه سریال چند فصلی هم نشون بدیم ظرفیت استانمون رو. بسیار عالی. سینا نظرت در رابطه با فیلم‌هایی که در رابطه با استان ما کار شده و اون چهره واقعی استان ما رو نشون ندادن چیه؟ به نظر من اینه که مدیران ما اعتماد کنن به هنرمندان بومی. اگه واقعا میخوان که چهره استان به طوری که هست معرفی بشه، این لازمش اینه که اعتماد داشته باشن به هنرمندان بومی و اینکه حمایت بشن که بتونن همچین کارهای بزرگی رو در سطح ملی یا حتی در سطح بین‌الملل هم انجام بدن. خیلی ممنون. سینا سخن آخرت چی هستش؟ اگر سخنی داری با بینندگان ما و همچنین با دوستان پایگاه اطلاع رسانی معیار جلب بفرم. اول از همه این که تقدیر و تشکر میکنم از این خبرگزاری که بنده رو لایق دونستن و که جلوی دوربین بیام و هرچند تجربه اندکی داشتم برای مخاطبان به اشتراک بذارم. اما سخن پایانیم این هستش که همه بزرگواران، همه هم‌استانی ها و خصوصا همه هموطنان هم به دنبال تخصصشون برن و اون تخصصی که دارن ادامه بدن. چه فرق نمی کنه که من مثلا حتی یک کفاش باشم، به هر حال شهر نیاز به کفاش داره، چه هنرمند، به دنبال تخصص باشی نه به دنبال مدرک. درود بر شما. دیدیم و شنیدیم سخنان سینا مرزبان رو، واقعا وقتی که حرف میزنه حرفاش به دل میشینه. امیدوارم که شما هم لذت برده باشید. برای سینا عزیزم آرزوی موفقیت میکنیم. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. خدا یار و نگهدارید.